31 روز مرداد ماه برابر با 22 اوت سال 893 خورشیدی برابر با 1514 میلادی، وقوع جنگ چالدران بین ایران و عثمانی. در اوایل سلطنت شاه اسماعیل اول و تشکیل سلسله صفوی، او توانست کردستان و بخشی از شهرهای عراق را فتح کند و با تکیه بر تشیع اثنعشری به زودی جمع کثیری از مردم شیعه ساکن در سرزمین‌های عثمانی را به سوی خود جلب کند. این اقدام جسورانه شاه اسماعیل اگرچه خطرات فراوانی در پی داشت، اما سبب تحکیم وحدت سیاسی ایران گردید و همین ویژگی از نظر سلاطین عثمانی به مراتب خطرناکتر از احیای ساختار نظامی ایران بود. هنگامی که سلطان سلیم اول، پادشاه نیرومند و مشهور عثمانی، به سلطنت رسید، 40,000 تن از شیعیان را به قتل رسانید. او که خود را خلیفه مسلمانان می‌خواند، تصمیم به توسعه متصرفات خود گرفت و به قصد تصرف تبریز، پایتخت دولت نوبنیاد صفوی، حرکت کرد و جنگ سختی میان او و سپاه شاه اسماعیل صفوی در منطقه چالدران در حوالی ماکو روی داد. در این جنگ بر اثر کثرت سپاه عثمانی و مجهز بودن به تفنگ و توپخانه، لشکر ایران عقب نشینی نمود و تعداد زیادی از دو طرف کشته شدند. شاه اسماعیل تا حدود همدان عقب نشست و سلطان سلیم تبریز را اشغال کرد، ولی به زودی بر اثر مقاومت ملی مجبور شد تبریز و آذربایجان را تخلیه کند. سال 1243 خورشیدی برابر با 1864 میلادی، امضای قرارداد ژنو در مورد عدم تعرض به مجروحین و اسیران جنگی. پس از پیشنهاد شخصی به نام هنری دونان، مبنی بر اینکه خدمت به رنجوران و زخمی‌های نظامی فعالیتی بی‌طرف محسوب می‌شود، انجمن خیریه ژنو از این پیشنهاد استقبال کرد. در نتیجه کنفرانس بین‌المللی با شرکت نمایندگان 16 کشور آسیایی، آفریقایی، آمریکایی و اروپایی در ژنو تشکیل شد و موافقتنامه‌ای برای بهبود وضع مجروحان نظامی میادین جنگ تدوین یافت. این قرارداد که نمایندگان 12 دولت از کشورهای شرکت کننده آن را امضا کردند، شامل این دو موارد بود: بی‌طرف شمردن متصدیان خدمات پزشکی نیروهای مسلح، رفتار انسانی با زخمی‌ها و بی‌طرفی غیر نظامیانی که داوطلبانه به کمک زخمی‌های جنگی می‌شتابند. این قرارداد زمینه پیدایش سازمان صلیب سرخ جهانی گردید. سال 1342 خورشیدی برابر با 1963 میلادی، تأسیس دانشگاه تربیت معلم. در ابتدا دارالمعلمین عالی با نام مدرسه عالی برای تربیت معلم‌های مدرسه متوسطه تأسیس شد و پس از چندی نام این مدرسه به دانشسرای عالی تغییر کرد. این دانشسرا دارای دو قسمت علمی شامل رشته‌های ریاضیات، طبیعیات، فیزیک و شیمی و قسمت ادبی با رشته‌های ادبیات، فلسفه، تاریخ و جغرافی بود. دانشسرای عالی پس از تأسیس دانشگاه تهران در ابتدا جزئی از آن شد، اما پس از چندی از دانشگاه تهران استقلال یافت و کمی بعد به صورت کلی منحل شد و وزارت فرهنگ وقت دانشگاه تربیت معلم را تأسیس نمود. موسیقی